چرا ما بگیم مستر تیستر؟ لزوما قرار نیست که جناب حمید سپیدنام رو با این عنوان بشناسید. ما از الان خدمتشون یک عنوان ایرانی رو تقدیم بکنیم با اجازه خودشون. آقای قضای ایران جناب حمید سپیدنام. این شما و این هم بخش های مربوط به زندگی آقای قضا. آقای قضای ایران هستیم، جناب آقای حمید سپیدنام. آقا مجدداً خوش آمدید. علل خصوص این خوش آمد رو از جانب کسانی تقدیم میکنیم به جناب سپیدنام که مثل شما عاشق قضا و فرهنگ خوراک در نقاط مختلف هستن به عنوان یک زبان بین المللی. حالا این زبان مشترکاتش بین کشور ما و کشورهای دیگه احتمالا فکر میکنید زیاده، کمه، باید در رابطه باش کار بشه یا خیر؟ ببینید ما غذاهایی که داریم واقعا تنوعش تو ایران بسیار بالاست. خود من یادم یکی از برنامه تلویزیونی که برای شبکه دو درست میکردیم، من سفری داشتم سمت عراق بود، یکی از روستاها بود و اونجا یادم 33 مدل آش درست کردم. آش دندونی بود که و خیلی آشای دیگه ای که آش چلغم بود، یادم آش چغندر بود و بسیار خوشمزه بود و همینطور غذای دیگه ای که به هر حال خود من مثلا موقعی که رفتم خورم سمت خرمشهر مثلا مفطر نخورده بودم که در واقع یه برنج خاصیه با گوشت که با دستم بله و غذای بسیار خوشمزه بود. خب فلافل خوزستانی ها رو همه میشناسن، کبر همه میشناسن، سمبوسه، بله اینا همه غذاهایی که به هر حال حرف تو دنیا برای گفتن. ولی خیلی غذاها رو نمیشناسن. سمبوسه و فلافل فست بود هم از یه جورایی بله. اصلا فست بود ماست. شما مثلا لشکرآباد اهواز که برید اصلا بله. یه منطقه‌ای که همه فلافله. خیلی از خارجی ها خیلی از سفرا میرن تو اون مناطق و خیلی هم لذت میبرن. آزاد میذارن خودتون دقیقاً خودت مواد که دوست دارین. خودت آذری هستی. بله. من در اردبیلی ام. من بیل میرم. و تمام غذاهای اون منطقه رو معرفی کردم، حتی سرشیر عسل معروف ارزم حضورتون که سمت اردبیل و سمت سرین و اونجاها رفتم و همه رو سعی کردم معرفی کردم به مردم و جالب بود غذاهامون ادا کردم. بله بله. و یهو جالب بود که من یهو میدونم همه عکس میفرستم برام که دارم سفر میکنم به اردبیل و خوشحال بودم که الان سفر بعدیم بعد از اینکه از امارات برگردم چابهاره و غذاهای اون مناطق و معتقدم که یه غذایی پیدا خواهم کرد که تو دنیا نیست. یه سوال یونیک جهانی، راست میگن ما ایرانی ها غذاهامونو همه دوست دارن
ولی ما همه غذاهای جهان رو دوست نداریم معمولا. ما اینجوریه. یعنی مثلا من با یه مالزیایی وقتی قرمه سبزی رو دید اول گفت چرا اینجوریه، ولی وقتی خورد واقعا عاشقانه میگفت که من کی بیام دفعه دیگه که قرمه سبزی بخورم. اکثر غذاهامون ببینید اکثر غذاها مثلا من با خانومم خب سفر زیاد میام، تمام سفرام با خانومم، و مثلا میگم با هم یه وقتی تایلند بودیم، با اینکه خانم برادر من تایلندیه، وقتی رفتیم تایلند خانم من لب به هیچ غذایی نمیزد و خیلی سخت. همینو میگم، ولی من میخوردم همه رو دیگه. آیا با اشتها میخوردین؟ بله من همیشه همه چی با اشتها میخورم. شاید به دلیل اینکه خارج از ایران زندگی کردم، چون برای خارجی‌ها مثلا یک نفری که با من همکار بود یادمه میرفت رستوران مختلف و همیشه تست می‌کرد، از بچگی همین اتفاق میافتاد، ولی تو ایران چون کمتر این اتفاق میافتاد. وقتی دیدید دیگه، وقتی ایرانی ها میرن تایلند دنبال غذای ایرانی، مثلا تایلند رو گفتید دیدید چه غذای شیرین دارن؟ من بسیار دوست دارم. یعنی ما هیچ موقع با غذای شیرین که مثلا که یه شیرینی که بذاری لای نونی که شکرم دور برشه و مثلا یه چیز دیگه، یه بستر فرهنگی داره همه چیز دیگه، باید با اون بستر آشنا باشی، با اون زبان، تا احتمالا پذیرشش ایجاد بشه. اتفاقا حالا همینو بخوام بپرسم در رابطه با صحبت شما، میترسم زمان از دست بدیم، احتمالا دوستانی که مثل شما غذا رو دوست دارن و میخوان با فرهنگ های مختلف مرتبط بشن نتونن از نصایح شما استفاده بکنن، در واقع تجربیات شما. خالص. ممکنه الان خصوص دوستان جوانی باشن که تا حالا به این نوع بیزینس و کار فکر نکردن، اگر بخوان آغاز بکنن باید چه بکنن؟ قاعدتا فقط نمیتونن به غذاهای خودمون علاقمند باشن و از جاهای دیگه صرف نظر بکنن، جهانی تر باید فکر کنن. ما داریم الان خیلی از کسایی که دارن همین کار انجام میدن ولی داخل ایران. رقیب داری؟ من معتقدم که فاصله خیلی زیاده. زیادن. شاید هم یکی هر کار دارن آقا. خوبه. این رقابت خوبه که به نفع ماست. من همیشه اصلا استقبال میکنم از رقیب، به خاطر اینکه رقیب باعث پیشرفت میشه. خود من وقتی میبینم یه نفر داره این کار انجام میده، انگیزم بیشتر میشه که برم کار بهتری انجام بدم که این فاصله حفظ بشه. خب دوست دارین توصیه بکنین که احتمالاً میزان رقباتون بیشتر بشن یا نه؟ ببین همین الان خیلی زیادن، یعنی تو این چند سال اصلا یه شغل شده توی جیت، ولی یه نکته هست تو این شغل که شاید بعضی از همکارا رعایت نمی‌کنن و اون اینه که مثلا تماس میگیرن با یه رستوران میگن اگر غذای ما مجانی باشه ما این کارو انجام میدیم، یا میایم اونجا تبلیغ می‌کنیم. این کار خیلی فراتر از تبلیغ غذاست. و فکر می‌کنم که دوستان باید آشنا بشن با اصولش. حتی یه سری افراد، یکی از انتقادایی که مثلا همیشه تو این 11 سال به من می‌شده این بوده که مثلا تو مثلا تخصص آشپزی نیست، پس چرا این کارو شروع کردی؟ من همیشه میگم اگر شاید آشپزای ما از تو آشپزخونه میومدن بیرون و بیشتر خودشون رو پرزنت می‌کردن، شاید الان اونجا من نشسته بودم. اصلا ببین من خیلی شکمم، یعنی هر چیزی حتی خوردنی هم نباشه من میخوام تستش کنم. مثلا یه بارها من تو بچگیم برای اینکه کم نگرم شیشه لیوان خوردم برای اینکه ببینم مزه چیه. چوب خوردم، پلاستیک خوردم برای رقابت و اینا. بعد حالا یه چیزی واقعا پول میگیری؟ ما از ببینید ما دو تا درآمد داریم. یکی اینکه یه موقع هست یه منطقه گردشگریه، اینا مشکل مثلا میگم رفتن یه هزینه خیلی سنگینی کردن، اون منطقه نیاز داره که بیشتر شناخته بشه. اینجا ما پول میگیریم، قرارداد میبندیم، خیلی مناسبات اداری. یه جای دیگه هم هست که مثلا یه مواد غذایی میخواد خودشو بشناسونه، ولی اولین چیزی که برای ما باید ثابت بشه اینه که اون محصول غذایی کیفیت بالایی داره. یعنی شما قاعدتا وجدانن اگر این اعتماد رو نداشته باشین. من چه به شما میگم 11 سال مردم دیدن و این اعتماد حاصل 11 سال کاره. شما یه بار میتونی مردم رو گول بزنید، دو بار میتونی مردم حد نمیتونه مداوم باشه این کار. واسه همینه که ما سعی کردیم تو این 11 سال واقعا صداقت داشته باشیم. خدا رو شکر مردم الان اطمینان دارن. وقتی میگه یه جا خوبه واقعا شلوغ میشه، وقتی هم میگه یه جا بده. من مشکل خودمو میپرسم. پرخور رو توصیه میکنم. من خودم واقعیتش به دلیل شغلمه که پرخور شدم. اینا قبل تو عرضش رو مثلا توی مهمونی میگی 5 تا خورش دست نمیتونی نخوری، بعد از هر کنی 2 قاشق میخوری اینجا یه میترکی. نه پرخور ما توصیه چیه برای این آدم ها؟ برای این آدم ها من معتقدم که خب برای خودم باید اول بگم و اون این که خب هرچی کمتر بخورم بهتر، ولی واقعا